با درود فراوان به شما عزیزان، به یکی دیگر از برنامه‌های ندای درون خوش آمدید. من دکتر فرجان زینی هستم و این برنامه مال شماست. راجع به مسائلی که در زندگی شما مطرحه، از دیدگاه روانشناسی گفتمانی داریم با دوستان عزیز متخصصین، و اگر که مایل هستید که آرشیو این برنامه رو ببینید، میتونید که برید توی وبسایت من و از اونجا برید توی یوتیوب چنلی که تمام آرشیو برنامه‌های ندای درون بر اونجا برای شما نهفته است. امروز خوشحال هستم که مهمانی دارم که یواش یواش قراره صابخونه‌شون بکنیم. گهگداری ماهی یه بار تشریف بیارن. جناب آقای ناصر صالحی نیا ایشون تشریف داشتن اینجا در کنار من و نویسنده You Lead You. You Lead You این کتاب It's only you can lead yourself to where you want to go. خوش آمدید دوباره. تشکر که دوباره من دعوت کردید. خواهش میکنم و قولی دادید که قراره که تقریبا ماهی یه بار در کنار ما باشید و شروع کنیم یواش یواش به بینندگان عزیزمون تکنیک های بسیار بسیار عالی رو یاد بدیم برای مدیتیشن. اولش که اومدن گفتن حالت خوبه، گفتم نه والا من امروز تلفنمو کشتم، چون رفته بود آب ریخت توی کیفم، اونم توی کیفم بود و خلاصه مرد. گفتم خواهش می‌کنم قبل از که برنامه شروع بشه اول یکی از این مدیتیتیو اکسرسایزا بدین که منو آروم بکنی تا تازه بتونیم با بقیه صحبت بکنیم. حقیقتاً تمرینایی که خواهیم کرد و قبلاً کردیم کمتر مدیتیشن هستن، بیشتر تکنیک‌هایی هستن که ما چجوری با ذهنمون کار بکنیم. من یه دونه رو اینجوری یادم، حالا دوباره با هم صحبت می‌کنیم. بله اینجوری یکیش از اونها، یکیشون بود. درسته، کاملاً درسته. بله خب یه مقدار راجع به کتابتون صحبت بکنین. You Lead You که میتونن اشخاص در amazon.com دریافت بکنن. وبسایت شما هم تورنماتون روی صحنه تلویزیون درسته. هست دوستان میتونین تشریف ببرین اونجا. نه تنها این کتاب نوشته شده بلکه یک سری lecture series در کنارش هست، کلاسایی هستش که اشخاص میتونن که تشریف بیارم و در کنار شما باشم. ممکن راجبه یه مقدار صحبت کنیم؟ حتما. کتاب در حقیقتن یه جمع‌بندی از آخرین تحقیقات در علم روانشناسی و نوروساینس به اصطلاح علم مغز هستش و که چجوری مغز ما وقتی کار میکنه ذهنمون رو تحت تاثیر میذاره و افکارمون چه اتفاقی میفته، اثر افکار روی بدن ما چی هستش، افکار چجوری پیچیده میشن، اون پیچیدگی چجوری فشارهای مختلف به وجود میاره، و مهمتر از همه این هستش که آیا ما قدرتهای درونمون هست، چیزهایی که درونمون هست احتیاج نیستش که بازسازی بکنیم، فقط دستیابی بکنیم که از این قدرتها استفاده بکنیم که ذهن رو برگردونیم به حالت طبیعی خودش، که حالت طبیعی ذهن همیشه آرامش هستش. جالبه چون وقتی راجع به مدیتیتیو اکسرسایز من صحبت کردم، تمریناتی که مدیتیشن داره، شما فرمودین که الزاماً تمرینات توی فضای مدیتیشن نمیره، در حالی که تمریناتیه که بدون اینی که ما رو توی مدیتیتیو استیت ببره به هر صورت ما میتونیم بر ذهنمون غلبه کنیم و ادارش بکنیم. ترجمه عمومی که ما اکثرا از مدیتیشن داریم این استش که در یک قسمتی بشینیم، بعد تمرکز روی نفسمون داشته باشیم و هر موقع این تمرکز از نفس جای دیگه رفت برگردیم به تمرکز نفس دوباره. و قصد از این تمرین مدیتیشن آگاهی پیدا کردن یا اون مایندفولنس هست به اصطلاح. آیا در زندگی‌های شلوغ و پرسرعتی که ما داریم وقت این رو داریم که در روز 20 دقیقه هر روز در یک جا بشینیم و این تمرین ها رو بکنیم؟ من ندارم. تقریبا بگین 99% ندارم. من خودم 30 سال هست که مدیتیشن میکنم و هنوز باید خیلی آگاهانه اون وقت رو کنار بذارم، و وقتی که یه مدتی نمیتونم اون کار رو بکنم تمرکزم از دست میره به دلایل کاری جوری که مغز کار میکنه. بنابراین ما یه تکنیک های احتیاج داریم، یه ابزار های احتیاج داریم که بتونیم در زندگی روزمرهمون استفاده بکنیم، چون چیزی که در مغز اتفاق میفته، مغز در هر زمان داره عوض میشه. بنابراین اگر من یه اتفاقی برام بیفته و اون سلول های مغزی عوض بشه، 2 ساعت 3 ساعت بعد که من بشینم به مدیتیشن بکنم، اون سلول ها دوباره بر نمیگردن. اون انعطاف پذیری مغز هم به طرف خوب میره هم به طرف بد میره. وقتی میفهمین مغز دائم در
تغییر پذیره و داره تغییر میکنه، مدلی که داره شما صحبت میکنین یک کمی بر من ناآشناست. راجب ذهن صحبت نمیکنین، خود سلولای مغز رو میفرمایین دائم در حال متفاوته. کاملا این چیزی هست که شما حتما باش آشنا هستین، بهش میگن نوروپلاستیسیتی. و اون این هستش که تا شاید 15 سال پیش ما فکر میکردیم که وقتی که بچه به یک سنی میرسه سلولهای مغزی رشدشون تموم میشه و ما دیگه این مغز همینطوری هست که هست، هر چی میخواد بشه دیگه این مغز همینه. و در 15 سال اخیر ما متوجه شدیم که واقعا همچین چیزی نیستش. مغز تا حتی در زمان مرگ ما داره رشد میکنه. این رشد چجوری به وجود میاد؟ وقتی که ما فکر میکنیم به طور کلی مغز در سه جهت رشد میکنه یا عوض میشه حقیقتا، یکی از طریق شیمیایی هستش. وقتی که من و شما الان داریم با هم صحبت میکنیم، سیگنال هایی که من مغزم دارم میفرستم یه مقدار اون نوروترانسمیتر ها رو از درون سلول های مغزی به هم رد میکنم. این سلول های مغزی در تای هر کدومشون، اگه یادتون باشه دفعه پیشم راجع به این صحبت کردیم، در تای هر کدوم اینا یه مقدار میلیون ها سینپس های مختلف هستش که سیستم به اصطلاح کمیکال رو میگیرن و تبدیل به الکتریکال میکنن. وقتی که من راجع به یه مسائلی فکر میکنم و فکرها به اصطلاح همه فکرها با هم اسوشیتیف هستن، بستگی دارن، بنابراین وقتی من و شما داریم راجع به مغز فکر میکنیم، افکاری که در ذهن من به وجود میاد راجع به ماشین یا خیابون نیستش، همش در یک جهت هستش. مقدار مثال اون کمیکال هایی رو که من در نوران های مغزم داره انجام میشه شروع میکنه قوی کردن این نوران ها و به اصطلاح تو انگلیسی بهش میگن neurons that fire together, wire together. نوران هایی که با هم حرکت میکنن به هم وابستگی پیدا میکنن. هرچی مقدار افکاری که از این نوران ها داره رد میشه بیشتر باشه، نوران ها قوی تر میشن. در همون زمان نوران هایی رو که من استفاده نمی کنم ضعیف تر میشن. مثلا چی که من تو یک مدل به خصوصی فکر کنم، اون مدل افکار قوی تر میشه و موندنی تر میشه. مدل افکار کمک میکنه به نوران ها قوی تر شدن و هرچی نوران ها قوی تر بشن آگاهی من به اون گونه افکار بیشتر میشه. و آیا میتونه در حالت عادت بشه که کلن دیگه اون نوع افکار کماکان خودش رو ارائه میده؟ از عادت یه قدم اون برتر میره و اعتیاد میشه. یعنی مثلا اعتیاد فکری. مثلا اگه یک سری باورهای منفی هست که من مکررن اونها رو هی استفاده میکنم و دوباره استفاده میکنم و اونها تبدیل میشه به یک سری احساسات منفی که در من این احساسات هم غلبه میکنه. درسته. و در نتیجه همه اینا مثل یه دونه پکیج وارد داره کار میکنه. امه. چون این نوران ها هی قوی تر و قوی تر میشه، در نتیجه مثل کچ 22 هر چقدر بیشتر فکر کنم نوران ها قوی تر میشه، اون پترن قوی تر میشه، هر چقدر اون پترن قوی تر شد دوباره اون افکار و اون احساس مثل پکیج هی خودشو نشون میده و ارائه میده. کاملا صحیح. و چیزی رو که مدیتیشن قرار انجام بده این هستش که به ما آگاهی بده، ولی تحول و تغییر فقط با آگاهی به وجود نمیاد. من آگاهی پیدا میکنم که این افکارم داره من رو به یه طرفی میبره که برام خوب نیست، افکار منفی هستن، هر افکاری هستن. حالا آیا این آگاهی، تنها این آگاهی اجازه میده که من کار این سلولهای مغزی رو برگردونم؟ آگاهی قدم اولشه، قدم دوم ما به احتیاج به ابزار داریم. و آیا اون اینترپشنشه، یعنی قطع کردن؟ اینترونشن به اصطلاح، من ندارم لغت صحیح اینترونشن به فارسی رو متاسفانه امروز یادم رفته دیکشنری در بیارم. فرصت راهی رو که داره اون میره باید بیایم قطع بکنیم و قطع کردنمون در یک جایگاهیه که قراره بهترش بکنیم. همونطور که شما قبل از برنامه با هم صحبت میکردیم، تحقیقات علمی میگه ما در روز 70,000 فکر از مغزمون رد میشه. این 70,000 فکر یه مقدار زیادش راجع به این هستش که سیستم فیزیولوژی ما چجوری باید کار بکنه، قلب چند تا باید بزنه، چقدر خون باید رد بشه، آن 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 آن. یه مقدارش این هستش که افکاری که ما بهش آشنا هستیم.
و چون دفعه پیش من نمیتونم بگیم 70,000 تا قاعدتا یه چیزی مثل 60,000 تاش تکراریه، همش هم اتفاق داره. همونطور که شما دفعه پیش گفتین ما 5 تاشو میگیریم و تمام روز این 5 تا تو کله ما میگرده، درسته؟ سوالی که اینجا پیش میاد این هستش که به طور کلی ما چرا فکر میکنیم؟ این فکر کردن به چه دلیل، به چرا فکر، به چه دردمون، به چه دردی، یعنی واقعا به چه دردی میرین فکر کردن، به چه به چه دردی میخوره؟ مثلا اگر شما بپرسم شما چجوری صحبت میکنید، جوابش معمولا این استش که من هوا رو از گلوم خارج میکنم، خارج شدن این هوا رگهای صوتی من رو به لرزه در میاره و وقتی که با زبونم و رگهای صوتی بازی میکنم لغت به وجود میاد و لغت رو شما با من صدا میشنوید، درسته؟ حالا اگه از من شما بپرسم فکر چجوری پیش میاد؟ جوابی نداره. فکر به نظر میاد به صورت اتوماتیک هم تو خودش میاد و میره. پس این فکرهای اتوماتیک چه نفعی برای ما داره؟ چی کار برای اون میکنه؟ حقیقتاً پایه فکر کردن به سه دلیل هستش. دلیل اول این هستش که ما فکر رو به عنوان یک ابزار استفاده میکنیم برای اینکه بقامون رو حفظ بکنیم. یک، من کجا زندگی بکنم؟ غذا از کجا بخرم؟ آیا سلامتیم درست هستش؟ آیا مقدار پوشاکم کافی هستش؟ به طور کلی اولین دلیل فکر کردن این هستش که آیا من بقام رو به جوری که دارم زندگی میکنم میتونم حفظ بکنم یا نه. این اولین دلیل فکر هستش. دومین دلیل فکر این هستش که ما هویت خودمون رو باهاش مشخص میکنیم. من کی هستم؟ از کجا آمدم؟ ارزش هام چی هستش؟ چجور کاری دارم؟ چجور تحصیلاتی دارم؟ و تمام اینا به ما اجازه میده از خودمون یه شکلی بسازیم، به اصطلاح یه هویتی برای خودمون درست کنیم، چون ما بدون هویت تو دنیا نمیتونیم زندگی بکنیم. وقتی هویتمون ساخته شد ما فکر رو استفاده میکنیم سوم به اینکه یک ترسیم درونی به وجود بیاریم که ما با این هویت در دنیا جامون کجاست. بعد میریم تو رابطه با دنیا. میریم تو رابطه با دنیا. یعنی اول باقی بمونم، وجود داشته باشم، بعد از اینکه وجود دارم من کیم، و بعد از اینکه من کیم این کسی که هستم چجوری ارتباط میده خودش رو با دنیا. با و دنیای من کی هستش؟ اول اون کسایی هستن که بهشون نزدیک هستم، فامیلم هستش، خانوادم هستش، بعد مسائل کاریم هستش، بعد اطرافیانم چی هستش. قسمت دومه که من این ترسیم درونی رو استفاده میکنم این هستش که جای من تو این دنیا چی هستش. من آیا وقتی این شخص هستم چجوری یه جایی بر خودم تو دنیا درست بکنم که مهمتر از همه مطرح باشم و بقام حفظ باشه. بنابراین یه پرپسی داشته باشم، یه کاری دارم انجام میدم که با اون هویتم در حقیقت بقامو حفظ بکنه. حالا یه زمانی بودش که بقا حفظ کردن من و اون کاری که باید انجام میدادم اینه که در یک گروهی در یک محیطی باید گرفتم شکار میکردم یا آذوقه درست میکردم، بچه دار میشدم، بچه رو بزرگ میکردم. حالا ممکنه که به خاطر اینکه کامپلکس تر شده مسئله بزرگتر شده، به خاطر همین کامپلکسیتی های فکر و مغزم به نظر میاد که بیشتر دنبال نخودسی ها میفرستی. البته کارهای ما تقریبا یه جور مونده، اسمش عوض شده. ما هنوز میریم شکار ولی شکارمون میریم در یک آفیس. ما هنوز دنبال میتمون میگردیم که بتونیم بچه درست بکنیم که بگیم این بچه از من هستش که بلد. نسل من ادامه داره. بله. اپلیکیشن های توی تلفنمون زیادتر اپلیکیشن. قبلا نیزه استفاده میکردیم، آدم میکشتیم، حالا تو لس آنجلس ماشین استفاده میکنیم به این ور اون ور بریم و جوری که بعضی وقتا رانندگی میکنیم کمتر از نیزه تقریبا نیستش. حالا از هفتی رو به ماشین گان هم میرسیم. دقیقاً سلکشنش کمی زیادتر شده که بعد فکرمون ببینه که چقدر ممکنه. یه زمانی بودش که فقط با برگ و پوست حیوانات داشتیم لباس میپوشیدیم، در حالی که الان دیگه مقدار زیاد سلکشنی که میتونیم لباس با دیزاینرهای مختلف استفاده بکنی زیادتر شده. در نتیجه واسه اون میگم که مقدار افکار رو هم زیادتر کرده، به خاطر اینکه زندگی رو از فضای ساده بودن و سیمپل بودن برده به یک جایی که چون انتخابات زیاد شده کامپلکسیتیش هم زیاد شده، در نتیجه با اینی که فکر همون کار رو داره انجام میده اطلاعات و دیتای زیادتری داره که باید توش نگاه کنه.
حرفتون کاملا صحیحه و زندگی کامپلکس تر نشده، جوری که ما با زندگی رابطه پیدا کردیم کامپلکس تر شده و حالا اونم یه صحبتی برای خودش هستش. بنابراین در حد نهایت فکر یک ابزار هستش برای دو کار، یک حفظ بقا، دوم خوشحالی. ما فکر رو فقط برای این استفاده میکنیم، بنابراین فکر ابزاری هست برای جواب دادن به احتیاجاتمون. اگر ما احتیاج نداشته باشیم احتیاج به فکر کردن نداریم. یعنی شما میفرمایید که قسمت اینی که هویت من بسازم و بعد این هویت چطوری در دنیا ارتباط برقرار میکنه رو گذاشتین تو جنبه خوشحالی، یعنی من همه این کارا رو میکنم که خوشحالی به وجود بیاره. این در جنبه بقا هسته، چون اگر این هویت رو نداشته باشم بدون هویت دیگه نمیتونم برم جایی کاری بگیرم که این کار برام من پولی بده، بتونم با اون پول غذایی بخرم که خونه بخرم غیر و غیر. که بالاخره باقی بمونم که بخوشم، که بالاخره باقی بمونم که بالاخره یه جوری خوشحال بشم. بنابراین وقتی که فیلسوفا یا کسایی که به یه حقیقتای رسیدن دائما میگن زندگی رو ساده نگه دارید، به دلیل اینکه هرچی احتیاجات ما بیشتر بشه از نظر فکریمون، اون فشارهای فکری و پیچیدگی‌های فکریمون بیشتر میشه. بنابراین ما این 70,000 از 70,000 فکر رو داریم، ولی فقط 2-3 تاش احتیاج داریم، بقیه‌اش بیخودیه. مسئله این هستش که از اون مقداری که واقعا ما بهش آگاهی داریم کدومش رو به عنوان افکار حاصلخیز استفاده میکنیم، کدومش رو به مقداری استفاده میکنیم که اون پریشانی به وجود میاره. و اون تشخیصی که در حقیقت کجاست که من باید حضورم رو، توجهم رو به یک سری از اون افکار بدم که اون رو بیشتر و بیشتر اضافه بکنم که نوران ها رو قوی تر بکنه، یا اینی که تشخیص رو بدم که این فکر حاصل خیز نیست، به درد میخوره، به جایی که برای من خوشحالی و پلژر بیاره در حقیقت درد داره میاره، و بتونم اون رو نگاهم ازش عوض کنم یا رد بشم ازش. کاملا صحیح. یادمون باشه که ما از جایی که مغز هستش ما دائما در حال خطر هستیم. کارش اینه، مغز اصلا کارش این هستش که نگهبان میمونه. نگهبان میمونه مغز، هم تو که دفعه پیش صحبت کردیم اون قسمتی که دست چپ بالای گوش ما هست به اسم امیگدلا، 2/3 عصبش رو داره استفاده میکنه که در هر 1 ثانیه 5 دفعه به دنیای بیرون و درونمون نگاه بکنه که آیا ممکنه خطری وجود داشته باشه یا نه. بنابراین ما ذهنمون دائما پریشانه و این پریشانی با ما چیکار میکنه؟ من این مقدار آمار رو نوشتم که بتونم درست بخونم. این پریشانی، اینا آماری هستش که در چند سال اخیر در اومده، 75-98% تمام مریضی های ما بستگی به این داره که ما نوع افکارمون چی هستش. 85% مریضی های روانی بستگی به پریشانی افکار دارن. 75-90% وقتی که ما پیش یک دکتر میریم راجب این هستش که پریشانی همون چی هستش. اداره The World Health Organization، سلامتی دنیایی، و International Agency for Research on Cancer که کارای سرطان رو ریسرچ میکنن، سال پیش یه ریپورتی بیرون دادن که 80% کسایی که سرطان میگیرن به جنتیکشون کاری نداره، بستگی به پریشانی فکریشون داره. درسته. سال 2015 یک تحقیقی بین دانشگاه استنفورد و دانشگاه هاروارد گفت در سال، در هر 1 سالی 120,000 نفر در کورپوریشن های امریکا به دلیل استرس میمیرن. 120,000 نفر یعنی ماهی 10,000 تا، یعنی تقریبا روزی 340 نفر به عنوان استرس در کورپوریشن ها دارن میمیرن. استرسی که شما میفرمایید در حقیقت کلمه ای هم که کنارش من میتونم بذارم پریشانی، اون تشویش و استراب، یعنی خود استرابی که زیرش به وجود میاد. یعنی پریشانی من فکرم رو استرس، کلمه استرس به کار بردن، در حالی که به نظر من زیر بنای اون استرس هم انگزایتی هستش. کاملا صحیح. سوالی که پیش میاد این هستش که به طور کلی ما این لغت استرس و انگزایتی رو خیلی راحت استفاده میکنیم، درسته، ولی چی هستن اینا؟ استرس چی هست به طور کلی؟ چه جوری استرس به وجود میاد؟ که یه جوری با سیستم بدن میره توی جایی که خطری وجود داره و حتی اگر که
فضای خوشمزگی و خوبم باشه، یک جایی به هر صورت اون بدن حس میکنه که من در یک فضایی احتیاج دارم که ممکنه بقام در خطر باشه. کاملا صحیح. از تعادل دارم خارج میشم. از تعادل خارج شدن چیزی هستش که به عنوان اون محصول استرس به وجود میاد. از نظر ذهن ما در هر زمانی که ما حس میکنیم، به خودمون میگیم چیزی که داره اتفاق میفته از قدرت این که من این چیز رو نذارم به بقای من خطر بندازه خارجتر میشه، ما استرس به وجود میاریم. درست گفتم اینا یه مقدار در هر زمانی که من اون چیزی رو که داره به هم اتفاق میفته، دور و برم اتفاق میفته، درونم و بیرونم حس میکنم و به خودم میگم که این چیزی که داره اتفاق میفته ممکنه به نوعی بقای من رو چه فیزیکلی و چه نظر احساسی به خطر بندازه، استرس درست میشه. درسته؟ ولی استرس چیزی هست که ما بدون استرس نمیتونیم زندگی بکنیم، چون به هر صورت شما لحظه که از خواب بیدار بشید، بالا تو خوابم وقتی خواب میبینی استرس پیدا میکنی، چون بدن شروع میکنه خوابهایی رو که دیدن رو پروسه کردن باز استرس داره. ولی عملا لحظه که چشمات رو باز میکنی توی دنیا، اتفاقی میفته که تو از تعادل خارج میشی، هر صورت از تعادل خارج میشی و هیبت برگردی توی اون تعادل. شما حرکت دستاتون داره استرس به وجود میاره، چون هر چیزی که از یک جایی یک کار دیگه رو انجام بده استرس به وجود میاره. من وقتی دستم رو در هوا تکون میدم، یه مقدار زیادی هوا رو دارم تکون میدم و تکون این هوا استرس به انگشتای من میذاره. منتهای این استرس انقدر مقدارش کم هستش که من اینو حس نمی کنم. ولی اگر یه باد خیلی شدیدی به من بیاد که به هم این حس رو بده که این باد ممکنه به نوعی من رو به خطر بندازه، استرس برام به وجود میاد. حالا ما راجع به مغز صحبت کردیم، ذهن صحبت کردیم و فکر صحبت کردیم. از کجا میدونیم که فکر میکنیم؟ برای اینکه تو گوشمون صدا میاد که داره حرف میزنه. اون یه نوعش هستش و دواهای مختلف وجود داره برای این. درسته؟ نه دواها مختلف وجود داره برای اونایی که فکر میکنیم از خارجمون داره میاد، ولی کسی نیست رو حرف بزنه. درسته. جوری که ما میدونیم فکر میکنیم این هستش که دائما با خودمون در گفتگو هستیم. ما دائما با خودمون داریم صحبت میکنیم و هزار و یک چیز مختلف به خودمون میگیم. و تنها دلیلی که با خودمون صحبت میکنیم، اکثر صحبتامون اگر همش نه، این هستش که رفتارمون باید چجوری باشه که بقامون حفظ بشه. من چجوری باید این کار رو بکنم یا این کار رو نکنم که حد اکثر اون موقعیتی رو که میتونم به وجود بیارم که بقام به صورتی به خطر نیفته. یک. دوم، من چجوری خوشحال باید بمونم. بنابراین صحبت‌های درونی ما دوروبر اینا هستش دائما. و جالبه که کی با کی داره صحبت میکنه. از خب چند نفر داره با هم صحبت میکنه؟ فقط من نیستم، همه هم اینجوری. فقط فوجان زینی اینجوری که چند نفر صحبت میکنن، ولی چند نفر صحبت میکنن. ولی یکی از مباحثی که من تو کتابم راجع بهش صحبت کردم، این 4 تا کاراکتری هستن که دائما درون ما صحبت میکنن. و من بهشون میگم 4 تا کاراکتر منفی، چون این 4 تا کاراکتر هستن که پریشانی برای ما به وجود میارن. و برگردیم به قسمت اول صحبت شما، این 4 تا کاراکتر با مدیتیشن از بین نمیرن. ما باید بهشون آگاهی پیدا بکنیم و بعد باید ابزاری داشته باشیم که وقتی اینا سر و کلهشون پیدا میشه به اصطلاح، بتونیم آرومشون بکنیم. هرچی آرومترشون بکنیم، کار سلولهای مغزی پایین تر میاد. وقتی سلولهای مغزی استفاده ازشون نشه، درست مثل این که اگر من دستم بشکنه و دستم رو توی گچ بذارن و بعد از یک ماه هرچی دستم رو در بیارن، چون این دست کار نکرده، این قدرت رو دیگه نداره. یه فریز هستش که میگن if you don't use it, you lose it. اگه استفاده نکنی از بین میره. دقیقا. بنابراین من باید فیزیکال تراپی برم، آزمایش های مختلف به من میدن تا این دست دوباره برگرده. در مغز چیزی که اتفاق میفته، وقتی که ما یه مقدار افکار رو استفاده نمی کنیم، اون سلول های مغزی قدرت خودشون رو از دست میدن و بعد یواش یواش اون حالت اتروفی رو پیدا میکنن.
چیزی که اتفاق میفته وقتی سلول ها اتروفی پیدا میکنن ضعیف میشن و اون ضعیف شدن بعد از این مدتی، دفعه پیش راجع به این صحبت کردیم، مثل اینکه شما در باغتون برین و یک دونه قیچی بردارین و شاخه های بی خود رو بزنین، چیزی که سلولی که استفاده نشه بعد از این مدتی خودش میمیره، خودش پرج میکنه. و چیزی که اتفاق میفته در شب که ما میخوابیم، و برای همین است که خواب شب خیلی مهم هستش، جریان خونی که در شب در مغز به وجود میاد این سلول های مرده رو از بین میبره و اجازه میده که سلول های جدید رشد بکنن. بنابراین ما دائما در حال ساختن و بازسازی مغزمون هستیم. سوال این هستش که به کدوم طرف؟ آیا به طرف مثبت میبریمش، آیا به طرف منفی میبریمش، و یا ما دانسته این کار رو میکنیم، یا این بازسازی مغز نادانسته به طرفی که خودش میخواد میره، و به چه طرف میره خواهد رفت؟ به طرف منفی. منفی به خاطر اینکه باز میخواد مطمئن بشه که ما بقا پیدا میکنیم، یعنی حضور داره به تمام چیزایی که ممکنه خطر بوده و اینا رو هی میاره جلو چشمون. یاد باشه این خطر داره. درسته. یاد باشه این یکی خطر داره. یادت این فضای منفی رو داره، خاطره منفی برات پیش اومد، یاد باشه اونجا نیفتی. شما که داشتین صحبت میکردین، خیلی تو این تجربه هم برای خودم هم برای 25 سالی که با اشخاص کار کردم میبینم که یک سری خاطرات هست بین تمام خاطراتی که فکر کنین شاید 18 ساعت در روز برای همه ماها در هر سنینی به وجود اومده، واقعا 18 ساعت مینیمم ماها بیدار بودیم و هی داشتیم اطلاعات میگرفتیم، تجربه میکردیم و هر کدوم اینا رو میتونستیم به عنوان خاطره نگه داریم، ولی یک قسمتی فقط از این خاطرات هست که ماها نگه میداریم و هی مرور میکنیم و مخصوصا مرور میکنیم و دائم اینها رو حتی بازسازی میکنیم، بعد نریشن جدید بهش وصل میکنیم، بعد هر وقت که داریم راجبش صحبت میکنیم اگه منفیه که یک آب و تاب منفی تری دیگه هم روش میذاریم، تازه دلایل هم روش میذاریم و اینو دوباره بازسازی میکنیم و همینطور که این کار انجام میدیم اون نوران های بزرگتر و بزرگتر قوی تر میشه و به خاطر قوی شدنش اونها رو هی مکرران داریم زندگی میکنیم، در حالی که این همین کار رو با خاطرات مثبت هم میتونیم بکنیم که قاعدتا قسمتی از کودکی ما، قسمتی از خاطرات ارتباطات ما که همیشه زیبا بوده و اونجا بوده هم هی میتونیم مکرران بازسازی بکنیم که اونها هم این فضا رو به وجود بیارن. ولی طبیعت مغز اینه که منفی ها رو حواسش باشه، به خاطر اینکه بخواد مطمئن باشیم که یادمون نمیره اون منفی ها رو و دوباره پامونو بذاریم جای اون چی میگم سوراخ ماری که قبلا گذاشته بودیم. درسته. و دوباره نیش بخوریم، دوباره اذیت بشیم، و دلیلی که هی برمیگردیم از موقع به منفی ها اینه. ولی شما صحبتتون که اگر حضور داشته باشیم، آگاه باشیم که چرا مغز این کار داره این کار انجام میده، درس هایی که قراره یاد بگیریم و فراموش نکنیم الزاما، ولی احتیاجی نیستش که خاطرات رو یا اون افکار منفی رو همیشه هی دوباره سازی بکنیم. صحیح. و ادامش بدیم. صحیح. البته من خودم به مثبت فکر کردن عقیده ندارم، چون مغز ما توی سیاه و سفید کار میکنه، کانترست کار میکنه، همونطور که شما میدونید. هرچی من بیشتر دنبال مثبت برم افکار منفی بیشتر میشن، هرچی بیشتر دنبال منفی برم منفی ها بیشتر میشن. دلیلش هم این هستش که مغز دائما دوباره دنبال منفی میگرده. بنابراین من وقتی سعی کنم خیلی مثبت فکر بکنم و فقط به چیزای مثبت فکر بکنم، مغز میگه یه اتفاقی داره میفته، یه خطری داره اتفاق میفته، این فقط حالیش نیست، این فقط حالیش نیست، به زودتر یادآوریش بکنم. بنابراین چیزی که من میگم، میگم مغز میگه it's too good to be true، همین الان یه اتفاقی بیفته براش. درسته. اگه حواسش نباشه، یعنی میخواد بیدارت بکنه. اگه حرف شما اینه که اگه قرار باشه که دائم مثبت فکر بکنی، مغز بیشتر اون تشویش براش به وجود میاد که میخواد بیدارت بکنه که الان منفیه به وجود میاد. درسته. من میگم یه راه سوم وجود داره. همون چیزی هست که این کتاب راجع به این هستش. نه مثبت نه منفی، اجازه بدیم ذهن برگرده به حالت طبیعی خودش. که چی؟ بسیار آرومه. ذهن تو نوترال نیوترال نیستش، آرومه، چون آروم بودن نیوترال نیستش. شما میتونین پشت ماشین بشینین و خیلی آروم باشین و در همون زمان ماشینتون رو به راحتی حرکت بدین از جایی که میخواین به جای دیگه برین. یعنی آرامش شما به این میگه که لول استرس خودتون رو
میارین پایین و میرسونین خودتون رو به آرامش از نظر فیزیولوژی بدنتون دارین میگین. حالا این ممکنه بتونه صحبت دفعه دیگه همون باشه، ولی با استرس کار کردن آرامش به وجود نمیاره. Okay. به دلیل اینکه چون کلمه آروم رو میخوام مشخص بکنم. چون آروم برای شما وقتی داری صحبت میکنین میدونین راجب چه صحبت میکنین، بخاطر همین من میخوام برای آدینسمون، برای بینندگان عزیزمون کلمه آرام رو باز بکنم، حس آرام رو باز بکنم. چون اول رفتیم رو مثبت و منفی، معمولا کلامی بین مثبت و منفی اون وسط بیایم میشه نوترال. شما گفتین نه اینم از رو میز ورداریم، بعد میشه آروم. بعد میگیم اوکی آروم چه حسی داره که قراره که اون شخص بهش برسه، به عنوان، چون به عنوان یک هدف داره میره دیگه، درسته؟ یعنی حضور پیدا میکنه که الان دارم منفی فکر میکنم یا مثبت دارم فکر میکنم، بعد این فکر داره خودشو میخواد بیاره به یک هدفی که آرامشه. صحیح، درسته؟ یا تو میاد دفعه پیش این تمرین رو با هم کردیم؟ بله، ما دفعه پیش میکنیم درسه. میخواستم بهتون بگم چون شما دفعه پیش اینا راجع به چی صحبت کردم و من چجوری میتونم بفهمم اینا راجع به چی صحبت کردم، لطف کنین برین توی وبسایت من fujan.com، اون بالا یوتیوب چنل منو میبینید. وقتی که برید توی یوتیوب چنل میتونید که برید توی برنامه‌های ندای درون و برنامه‌ای رو که قبلا با جناب آقای ناصر صالحی داشتیم رو نگاه بکنید و یه مقدار زیادی راجع به یک سری از مسائل صحبت کردیم که البته مقدمه این فضا نیست، استفاده کردیم الان از اون صحبت‌ها، ولی چون قاعدتا در اون برنامه خیلی راجع به مسائل دیگه هم صحبت کردیم، دوست دارم که حتما بریم و ببینیم. یادتون میاد این تمرین رو با هم کردیم؟ نه. اگه یادتون میاد قبلش یه حالت پریشانی براتون بود؟ بله. که راجع به نونخامه خوردن بود؟ بله. امروزم تلفنه. بله. حالا هر هفته یه برنامه من دارم. حالا راجع به یه چیزی فکر بکنید که خیلی دلتون میخواد اینو به دست بیارید، براتون خیلی مهمه به دست آوردنش. درست دارینش؟ بله. خیلی خوب. حالا به این فکر بکنید که این چیز اتفاق نخواهد افتاد. خب هر که جیغ داد الان عصبانیه این دفعه نه حالت اولیه چیزی رو که خیلی دلتون میخواست سی اتفاق بیفته، آرزوشو داشتیم براش کار حاضرین بکنیم، اون حس چی بود؟ حس مثبتی بود نه؟ حس دوم وقتی به دست نمیارین چی بود؟ disappointment، غم، خشم، همه اینو با هم. حالا یه چند ثانیه دوباره این کار رو بکنید، دوستانشون بدهیم دستشون میبینیم من خدا یه چند ثانیه انگشت شست و این دوتا انگشت رو خیلی راحت روی پاتون بذارید و هیچ کار عجیب غریبی قرار نیست بکنیم، این دوتا انگشت رو فقط به هم بساید مقداری خیلی راحت، و هر موقعی که فکرتون به جای دیگه میره فکرتون رو برگردونین به حسی که بین این دوتا انگشت هستش، سرعتی که این دوتا انگشت رو دارید به هم میسایید، گرما، سرماش، زبریش، نرمیش. هر موقع فکرتون به جایی میره باز برگردید به این. برگردید به حستون رو به این دوباره. این چه جوری حسیه براتون؟ خیلی فضای حضور داره، یعنی very present. و خب اون حضورم محدود شده به این جا، جای دیگه ای نمیره، یعنی تا میره جای دیگه شما میگه برگرد، در نتیجه خب حضورم محدود میشه فقط به این قسمت. و چون حضورم محدود بشه به این قسمت خب بقیه افکار میره. حضورتون حقیقتا محدود نمیشه، مقدار افکارتون کمتر میشه چون حضور محدودیت نداره. هر چه دیگه بخوام فکر کنم شما میگه بی اینجا. درسته، فقط میخوام افکارتون جاهای دیگه نره، حضورتون بزرگتر و بزرگتر میشه که اون احساس spaciousness که شما میگین پیش میاد، اون حضوره که داره بزرگتر میشه. آیا این جالب این صحبتی که شما کردین، چون شاید که خیلی موقع ها هویتی که ماها پیدا میکنیم راجع به فکر داشتین صحبت میکردین، حضور داشتن وسیع رو با فکر کردن وسیع ماها
مساوی میکنیم. مثل این میمونه که اگر من در آن واحد بتونم مثلا به جاهای مختلف فکر، چون نگاه که میکنم برصد یه فکری به وجود میاد، جاهای مختلف حضور پیدا کنم فکری به وجود میاد. اگر که میگم که مثلا دلم میخواد راجع به سیاست بدونم، راجع به آرت بدونم، راجع به مسائل مختلف بدونم، همه اینا در برابر فکره و در نتیجه وسعت وجود خودم رو که باز میشه اون هویتی که شما صحبت کردین رو تلاقی میکنم با فکر. بعد که داشتم اینو میگفتم، گفتم که اگه فکرم رو رها کنم محدود میشم، شما داشتین یه تمیز میدادید، یه دیستینکشنی میآوردید به اینی که نه، فکر رو ما داریم محدود میکنیم، میاریمش پایین، کمترش میکنیم، ولی اون پرزنس که توی اینجا هست وجود داره. یعنی پرزنس کم نیست، ممکنه هر اتفاق دیگه بیفته، حضور داری بهش، فقط فکرتو داریم. درسته. اینو من یه سایت استپ بکنم، ما برنامه حضور رو یکی از بهترین نوعی که توضیح داده شده به زبان فارسی هستش. و مثلا ما با یه دوستمون میریم بیرون و بعد یکی از همون پرسه چطور بود، میگه او اینقدر با هم حال کردیم. حال یعنی چی؟ یعنی در زمان حال بودن. بله. وقتی به هم میرسیم چی میگیم؟ حالت چطوره؟ یعنی الان، الان چطور هستش؟ و در الان وقتی شما از من پرسین حالت چطوره، من معمولا نمیگم او دیروز خوردم زمین اینطوری شد پام درد گرفت، من در حال حاضر با شما میمونم. بنابراین حضور وسعتش زیاده، افکار هستن که ما رو محدود میکنن. من در یکی از کلاسایی که درس میدم، یه خانمی چند روز پیش به من گفتن من وقتی این تمرین رو میکنم حس میکنم که تنبل شدم. گفتم نه، اصلا تنبل نشدین. شما چون اعتیاد به فکر پیدا کردین، وقتی فکر به اون مقدار نمی کنین فکر میکنین بی حاصل شدین. یک سوال دیگه هم برای مطرح میشه الان وقت من داره میاد، چند دقیقه دیگه میخوام فقط این سوال ازتون بکنم. چه تفاوتی برای شما هست بین اینی که من فقط حضورم رو بدم به نفس کشیدنم و این شش که جلو با بزرگ میشه یا کوچیک میشه و اون هست و هر جا که فکر میره دوباره برگردونم اینجا با این؟ هر متدی که شما رو برگردونه به یکی از حساتون همین کار رو خواهد کرد. که دفعه آینده شاید بتونیم راجع به این که چون راجع به مدیتیشن صحبت میکردیم، فرمودین که مدیتیشن چون تفاوتش داشتیم صحبت درسته. میکردیم شما فرمودین مدیتیشن، حالا غیر از این که 20 دقیقه باید بشینی و اون کار انجام بدی، ولی این بودش که حضور پیدا بکنی به نفسات. اگه افکار رفت جای دیگه برگردی به نفسات، افکار رفت جای دیگه برگردی به نفسات و نفس رو حضور بهش پیدا کنی. الان وقتی که نشسته بودم شما اینو میگفتین، برای من تداعی همون شد که خب اون موقعم این حالته که من نشستم دارم حضور پیدا میکنم به نفسام، فکرم میره دوباره باید برگردم اونجا، فکرم میره دوباره باید برگردم. پس اینم همین بود با یک فرق فقط. دانم این هستش که وقتی که شما در یه شرایطی هستین که پریشانی براتون پیش میاد، نمیتونی بگی نجزه بدی من برم 20 دقیقه بشینم برگردم که برگردم به حضور پیدا بکنم. یا در زمانی که داریم با یک کسی صحبت میکنی، تمرکز کردن روی تنفس کار سختی هستش. یعنی اگه دارم با کسی صحبت میکنم این کار رو انجام بدم، خب یعنی حضور پیدا میکنم با گفتمانی که به طرف دارم، ولی بعد حضورم پیدا کنم به این حرکت. این حرکت براتون حضور به وجود میاره. به شما نمیتونین کاری بکنین چون این یه چیز فلسفه‌ای نیستش، یه چیزی هستش که در مغز داره اتفاق میفته. پس چون تفاوتش رو اینجوری میشنوم ازتون، چون یک حرکت بیرونیه، نفس کشیدن یک حرکت درونیه، فکر کردن یک حرکت درونیه، چون این یک حرکت بیرونیه که من باید این کار رو انجام بدم، به هر صورت حضور من رو این میگیره. حتی فکرم بره باز دوباره چون باید این کار رو انجام بدم حضور من رو میگیره. از طرفی هم همین حرکت هم میتونه اوتوماتیک بشه، مثل رانندگی. من میتونم حواسم بذار جای دیگه باشه فکر بکنم، ولی رانندگیمو دارم انجام میدم، کارهای کامپلکس هم با بدنم انجام میدم. صحیح. درسته. صحیح. پس یک مقدار حضور منو برمیگردونه، یک مقدارم خودم باید هی برگردم بهش، یعنی هر دو کار رو داره انجام میده. درسته. من جوابتون سوالتون رو نصفه جواب میدم، میگم آره، ولی نصفه دیگهش مالی صحبت دیگه است. چون که این فقط کاری نیستش که چون من از بیرون دارم میکنم. ما این کار رو که میکنیم یه نتورک، یه مدار مغزیمون رو روشن میکنیم.
که این مدار مغزی اجازه میده که بهش میگن task positive network. که این مدار مغزی اجازه میده از مداری که DMN هستش، default mode network ما هستش، ما از اون مدار بریم به جایی که افکار والا برامون پیش میاد که higher order thinking، مدار higher order thinking هستش. بنابراین سوالتون رو نصفه جواب میدم که درست میفرمایید، ولی موضوع یه ذره عمیق‌تر از این هستش. Stay tuned برای برنامه بعدی که بر عمق مسئله بتونیم بریم و شروع بکنیم که تمرینات مختلف رو که کمک میکنه به ما که استرسمون رو پایین بیاریم، آرامش خودمون رو بیشتر بکنیم و این تمرینات رو بتونیم در معرض روزانه وقتی داریم در دنیا کار میکنیم، زندگی میکنیم، با اشخاص هستیم، استفاده بکنیم که بتونیم اون آرامش خودمون رو به وجود بیاریم. حتما تشریف ببرید به youleadyou.net و کتاب You Lead You از طرف جناب آقای ناصر صالحی‌نیا رو دریافت بکنید. برنامه قبلی رو تشریف ببرید تو یوتیوب چنل من گوش بدین و تا هفته بعد که دفعه بعدی که در حقیقت جناب صالحی‌نیا در کنار ما خواهند بود و قسمت‌های مختلف و تمرینات مختلف رو با هم نگاهی بهش بکنیم. مرسی از اینکه تشکر از شما. متشکرم. مرسی از شما عزیزان. تا هفته آینده، روز و شبتون خوش. راجب من و تو، من و تو و در رابطه یک زن و مرد، رابطه ازدواج، رابطه عاطفی، رابطه ای که من با خودم دارم. هر انسانی قسمت های مختلف وجودش رابطه با هم داره، رابطه ای که ما زن ها با هم دیگه داریم. من با من، من با شما، شما با شما، همه با هم، یعنی ما. چی شد که ما رو انتخاب کردی؟ خانم مهناز عطارها که جایزه بردن در رمان نویسی، با هم نشستیم صحبت کردیم، دوست داشتیم که یک دونه کتابی بنویسیم راجع به ابعاد مسائل روانشناسی که خوشگم نباشه، چون دائم من راجع به روانشناسی صحبت میکنم، ولی در حالت داستان باشه و تمام ابعاد ارتباطات یک شخص رو با خودش، مخصوصا زن با خودش و بعد زن با مرد و زن با بقیه زنها و زنهایی که نسل در نسل چجوری پیامها رو به هم دیگه دادیم، در این کتاب در کنار هم اومد و به خاطر همین اسم ما رو گرفته. یکی از نوین ترین کتاب هایی که نوشته شده، چون روانشناسی هستش که در روبان رفته، دو نفر در کنار هم اومدن با دو تا تخصص مختلف این رو در کنار هم آوردن و نه تنها از نظر ادبی خیلی غنیه، بلکه حالت درمانی هم داره. من اونجا رسیدم که رفته یه اتاق اجاره کرده تو خونه، توی یه خانواده پولدار، و دلیلش هم این بوده که رفتم این کارو کردم به خاطر که پولدارا از بس سرگرم زندگی خودشون هستن دیگه کاری به کارت ندارن. من فکر میکنم که تو این کتاب من، شما، شما، هممون میتونیم خودمون رو پیدا بکنیم، یعنی ابعاد مختلف. و من به این نتیجه رسیدم با خوندن این کتاب، هنوز آخرش نرسیدم، همون جایی که هستم تا حالا رسیدم به این جایی که چقدر ما دردهای مشترک داریم، چقدر ما به هم شبیهیم و فکر میکنیم غریبه ایم و این ما رو به ما معرفی میکنه. و فضای ابعاد پیام های سنتی که نسل در نسل برای ما اومده، تا زندگی های امروزمون رو، تا شخصیت امروزمون رو، تا روابط عاطفی ما رو و صمیمی ما رو به وجود بیاره، از اون فضای سنتی به فضای مدرنیته و چجوری تمام اینها در وجود ما و در ارتباطات ما خودش رو نشون میده، در این کتاب گذاشته شده که تک تک شما به قسمتی از اون میتونین نگاه بکنین و حسش بکنین، چون در زندگی شما هم هست. چرا آقایون این همه طرفدار ما شدن؟ من در جایی که بودیم و این کتاب ها روی بوت شما بود و ایرانیان امریکن وومنز با هم بودیم، چرا اینقدر آقایون تو صف بودن و استقبال میکردن؟ چون به هر حال شرح زندگی یه خانومه. آقایون هم در ارتباط با خانوم ها،
مادرشون، خواهرشون، همسرشون، فرزندانشون، دخترشون. و یکی از مواردی که این کتاب راجع به صحبت میکنه راجع به رابطه عاطفی با آقایون و قسمت‌هایی رو که ممکنه که اونها هم پیام‌های فرهنگی راجع به رابطه عاطفی و ازدواج داشتن و اون رو چجوری نگاه میکنن و قسمت‌های نوینی رو که میتونن نگاه بکنن رو لذت میبرن ازش، چون در این کتاب شاید درک بکنن که ابعاد ذهنی و احساسی یک زن چیه که خیلی به دردشون میخوره. چون اینقدر اوریان نوشته شده، همه چیز آدم دوست داره اوریانی رو، یعنی با یه دوستی که فکرش برات بازه اوریانی خوشحالی. با این کتابم خوشحالم من، حالا شاید شما هم تجربهش بکنید. شاید به خاطر اینکه من روانشناس هستم، زیبایی کار من اینه که در کنار آدم ها میشینم در فضای اوریان و باید این فضا انقدر امن باشه که اونها بتونن اوریان بشن. و دوست داشتیم که با خانم عطارها این کتاب هم این امنیت رو به وجود بیاره که شخصی که میخونه نه تنها اوریانی رو بخونه، بلکه اجازه بده که در وجود خودش رو برای خودش اوریان کنه. سپاسگزارم ازتون، موفق باشید و توصیه میکنم به همه عزیزان بینندمون که حتما کتاب ما رو در کتابخونه‌شون داشته.